سلام به تمام شما دوستداران و علاقمندان هنر خیاطی. اصیلا هاشمی هستم، باز هم با یک درس کاملا متفاوت در حضور شما قرار دارم. امیدوارم با لباس صحت ملوث و دور از گزند روزگار باشین. در جریان درسایی که با ما بودین، شما آموختین در مورد ماشین خیاطی، در مورد پرابلم های ماشین و راه حلش، و همچنان آشنا شدین با یک تعداد دختا و پروژه خرد. در این درس خواستم در مورد حفظ صحیح ماشین و نگهداری و پاکاریش یک صحبت کوتاهی با شما داشته باشم، چون به خاطر بقای حیات ماشین شما و به خاطر بهبودی در کارتان لازم است که هر پروژه را که در ختم هر پروژه شما باید از ماشینتان به صورت درست یعنی پاکاری کنین، و چون در جریان کار تار یا گرد خاکی که از تکه و یا از تار بلند میشه و در روی ماشینتان میشینه، او را باید در ختم کارتان با برس پاک کنین و آماده بسازین به پروژه بعدی. خوب، و زمانی که ماشین یعنی بعد از یک سال یا شش ماه تا یک سال، او نظر به استفاده ماشین است. اگر شما ماشینتان هر روز استفاده میکنین برای یک سال دو سال، یا یکی امی کارتان است که هر روز از این 3-4 سال یا 5-6 سال استفاده میکنین، بهتر است که هر چند ماه یا شش ماه بعد ماشینتان به صورت کامل یعنی باز کنین، امو جایی که پیش از اون پاچه را باز کنین و خود امی صفحه روی ماشینتان از جایش به جای کنین و داخل ماشین داخل ماشینتان هم پاک کری کنین و هم چرب کاری کنین، توسط تل ماشین رو چرب کنین. خب، در جریان این درس امروز شما آشنا میشین که چطور میتونین از ماشینتان پاکاری کنین. قبل از اینکه به پاکاری ماشین شروع کنیم، ما این وسایل آماده میسازیم. یک در قدم اول پیچتاب است که این چند نوع دندانه داره که در قسمت باز کردن پیچه های مختلف استفاده میشه، و این پیچتاب که میبینین برق داره که در قسمت یعنی که زیاد کمک میشه جایی که فرزن بتانین جایی که تاریک است بسید میتونین توسط این پیچتاب ببینین پیچه ها رو و آسان باز بسته کنین. و قدم دوم برس کار است که توسط برس میتونین تمام خاک و گرد و ماشینی که در روی جریان کار روی ماشین میشینه پاک کنین، و همچنان یک وکیوم یا جوری برقی کوچک ضرورت است که بتونین توسط وقتی که توسط برس خاک را پاک میکنین، این نمیتونین که بکشین و توسط وکیوم میتونین جمع کنین تمام خاکا را از قسمت هایی که در وجود نمیتونین با دست جمع کنین یا توسط وکیوم، و یه هم یک نواز وکیوم کوچک است. و اگر شما در دسترسی ندارین، میتونین این وکیوم خانم استفاده کنین و پاک کنین. و هر زمین هزی هوا بادکنک است که میتونین از دست از این تمام گرد و خاک در کنجای بسیار داخل جبه جای شده او رو میتونین توسط از این باد کنین، و این هم خاک گرد از هم میلای داخل به حساب جدا کنین و با توسط وکیم کش کنین. خوب، حالا میریم به پاکاری. قبل از اینکه پاکاری کنیم، شروع کنیم به پاکاری ماشین، در قدم اول برقشه میکشیم از جای این ماشین به اصطلاح خاموش میسازیم. در قدم دوم دندانی ماشین از جایش به جای میکنیم، به حساب میکشیم دندانه که مزاحمت نکنه در قسمت پاکاری، و به خاطر سیفتی سوزن ماشینتان رو بکشین از جایش. و حال شروع میکنیم به باز کردن پیچ ها. خب، ماشینتان رو ببینین که در روی صفحه رویش اینه چند پیچ است. این ماشین من فقط یک پیچ داره در روی صفحه روی ماشین. این صفحه بالای ماشین باید کاملا از جایش بجای کنیم، و توسط دی پنس میتونین پیچ ها رو
کوشش کنین پیچ که میکشین هم تو به ترتیب ببانین که بخاطر از اینکه گم نشه و دومی که بفهمین که کدام پیچ از کدام قسمت است. بعدا قسمت ماشینه میبینین اینجا هم یک پیچ است که باید باز کنین. قسمت میگذارم که فراموش نکنم. میام یک پیچ هم در این قسمت است که با باز کردن از این پیچ این صفحه روی ماشین میتونیم با آسانی بلند کنیم از جایش. خب این را در این قسمت میگذارم به خاطر که میفهم که از این قسمت ماشین است و این پیچه که از این طرف است. اما پیچه که مربوط هر قسمت است در قسمت میگذارم که دوباره پس پیچه را جای کنم و به این شکل چند پیچه هم در این قسمت هست. پیچ صفحه روی ماشین ما جدا شد. خب اینجا که میبینین چون این ماشین ما چند قبل پاک کردم و قدر زیاد خاک و گرد در بینش دیده نمیشه، اما بازم شما میتونید توسط برسینید از قدم اول همی پیچ همی گرد خاک و جایی که میبینید خاک است به این شکل پاک میکنین. خوب توسط برس اول همی خاک را شور میتین که به حساب چون خاک همراه یک نوع چربی دارد وقتی که روی ماشین خودش یک تیل ماشین در روی میلای ماشین اکثرا وجود داره به خاطر خاک هم در روی از میشینه مثل یک لایه آره و او خاطر بسیار مهم است که با برسی را میتنن که از جایش به جای بسازن و بعدن توسط وکیوم یا این چی را جمع کنین این خاک به شکل اینه زمانی که ماشینتان کاملا پاک شد یعنی تمام گرد خاکش برداشته شد شروع میکنین به تیل ماشین. تیل ماشین کجاست؟ تیل ماشین تیل ماشین میگیرین و در اون قسمت هایی که دو فلز با هم به تماس است میبینین این قسمت ها و با می چرخ دستی شور میتین اون قسمت هایی که دو فلز هم میبینین به حساب در اون یک قطره یا دو قطره و این سوراخ هایی که در روی ماشین در اون بین چی میبینین اینجا یک قطره یا دو قطره مانتل مندازن. خب همین شکل و جایی که گریس است در قسمت اصلا نباید تیل مندازن برزی که گریس با تیل که یک جای میشه و با یک خرابی ماشین پیدا میکنه و زیادتر اما قسمت هایی که دو فلز روی هم همیشه نده تماس است وقتی که زمانی که ماشین میکنین میبینین که و یعنی شور بتین ببینین کدام قسمت ها یعنی ضرورت داره به تیل ماشین و چربش به می شکل چرب میکنین. خب
وقت چربش کردین دوباره صفحه ماشین دوباره در جایش میگذارین و بیچاره بسته میکنین. خب حالا میریم دوباره صفحه در روی ماشین میگذاریم و پیچای ما را بسته میکنیم. قسمی که میبینین این قسمت هایی که فلز با فلز به تماس است و این توسط دست چرخ دستی اینه میبینین کدام و این قسمت ها را تیل ماشین مندازین و یک قطره یا دو قطره و جایی که گریس است این جایی که فرن گریس است لیجه کوشش نکنین که در نزدیکی شما تا تیل مندازین، فقط این روی این میله را و این قسمت ها را و همین سراخایی را که در میبینین در این قسمت ها در قطره تیل مندازین و میگذارینش برای یک چند دقیقه و بعدا با دوباره همین صفحه روی ماشین جایش میگذارین و پیچاره پس دوباره پیچ میکنین. خب دوستای عزیز، قسمت بالای ماشین دوباره بسته کردیم و حالا قسمت تحتانی قسمت پایینی ماشین است که قبلا پیچاش باز کردیم و یک قسمت همینه توسط دمی باد کنک پاک میکنین و بعدا توسط تیل ماشین این قسمت هایی که میتالد بایست این قسمت ها را قطره تیل ماشین مندازین. این قسمت های پیشش و همچنان میتونین توسط چرخ دستی اینش همین قسمت ها را برکت بیارین و چرب کاری کنین. خوب یک قسمت پایین ماشین بود و حال دوباره بسته میکنیم و شروع میکنیم به قسمت میایم به قسمت بعدیش. خوب حالا شروع میکنیم به پاکاری قسمت مشله و ماکوی ماشین. خوب در قدم اول این صفحه فلزی را که ببخشید پلاستیکی که روی مشله قرار داری را میکشیم و بعدا با پیچ این پیچ صاحب خرد پیچ روی صفحه فلزی را برمیداریم و صفحه فلزی را از روی ماشین برمی داریم و با می برس خود ماشین این برس خرد به این شکل و این ماکوی از این ماشین به این شکل است که زیر ماکو را پاک میکنین این گرد و خاک که در زیر ماکو جمع میشه میبینین این را همیشه اول توسط بعدا وکیوم را میگیریم توسط وکیوم اگر قسمت هایش ماش خاک جذب میکنم تا خوبی قسمت پاک شد و دوباره اینجا میتونین یک قطره تیل چونی قسمت فلزی با این قسمت پایین تحتانیش هم یک فلز است یک قطره تیل مندازین و دوباره ماکو را در جایش قرار میدین به این شکل. و قبل از اینکه صفحه فلزی را دوباره در پیچ میکنین فقط با دستی را یکم تان کنین ببینین که امی چرخش از امی ماکو در جایش درست شیشته یا نه. خوب در این قسمت ماشین در قسمت ماشین دیگه را که میبینه این خودش ماکویش و مشلش یعنی ماکویش از خود مشله
جدا میشه به این شکل و قسمت این قسمت بامی کلپ یک دو طرفه ماشین است به این شکل ایره میکشین و یا حلقه را همیشه پاک میکنین دوباره و همه قسمت با برس با دوباره در جایش قرار میدین به این شکل و همین کلپ پس در جایش میگذارین و اینجا دخت اکل اچی داره پس دوباره در جایش و بعدا ماکو مشله را و در قسمت ماکو را قسمتش را ببینین یک پاکوری میکنین گای وقت خاک و گرده این قسمت ها جمع میشه ایرام به این شکل پاک میکنین و دوباره و قبل از اینکه یک بار امتحان کنین مشله تنه مشله را میبینین جدار مشله اگر صافت است به حساب و کدام خراشیدگی نداره نه و این مونا که مشله دم قابل استفاده است و اگر کدام خراشیدگی در جدار از این مشله میبینین تبدیلش میکنین مشله نو در جایش قرار میتین و دوباره مشله ماکوره به این شکل هر وقت صدای این کلف شنیدین بدانید که ماکو در جایش درست شده خب حال دوباره این صفحه فلزی روی ماشین قرار میدیم و پیچ میکنیم و این شکل و این شکل کار پاکاری تمام شد تقریبا حال دوباره این صفحه فلزی را صفحه پلاستیکی را در جایش قرار میدیم همچنان و یک دوباره همی برقش ساکتش بند میکنیم روشن میکنیم و فقط بر یک چند لحظه این ماشین در حرکت میاریم کمی تیلایی که در ماشین را انداختین اونمو خوب یعنی بدم تمام قسمتاش درست بشینه و برای یک دو سه دقیقه بعدا ماشین دانه خوب دندانه رو دوباره در جایش میگذاریم دندانی ماشین همچنان سازنم و سوزان ماشینه بازم یک بار چک کنین ببینین که نوک سوزان اگر خراشیدگی در نوک سوزان دیدین به این مونک سوزان دیگه قابل استفاده نیست سوزان نو در جایش بینین و در قسمت نصف کردن سوزان میبینی یک طرفش شکل طرفش گلی داره و یک طرفش هم اموار است و یعنی قسمت اموارش گلیش به طرف پشت و یعنی به این شکل یعنی امی خود و یک خط در روی سوزن میبینید یعنی قسمت مجموع در کامر براتون شما میتونید ببینین یعنی این خطی که در روی سوزن است این طرف خودتان میباشه و این مانا که این صفحه یعنی قسمت لشمی یعنی به صفحه انوار به طرف پشت است و صفحه گلیش به طرف خودتان به این شکل در سوزن در جا به جا میکنه و تا آخرین نقطه رو بلند میبرین و امتواست پیچین و سوزن ما کم میکنین به این شکل و یک بار امتحان کنین که سوزن اینه و بعدا یک پارچه رو میگیرین در روی ماشینتان قرار میدین و ماشین میگذارین بر یک 24 ساعت 24 ساعت که این تیل در ماشین در تمام قسمتاش جذب شوه و بعد از یک روز 24 ساعت دیره شروع میکنین به کارتان و باز میبینین تفاوت در کارتان که چقدر صدای ماشین آرام میشه چقدر ماشین
دو احساس راحتی میکنه نمایش. خب دوست عزیزی بود درس امروز ما، امیدوار هستم از این درس خوشتان آمده باشه. تا درس بعدی و مرحله بعدی شما را به خداوند میسپارم. خداحافظ.